سلام و صبح بخیر. ادامه برنامه پایک پگاس تلویزیون پایکان، یعنی میشه براتون بگویم که پایکان 3 ساله، یعنی 3 سال شده از نشراتش در سطح مزار شریف. واقعا تولید داشته و تولید خیلی خوب داشته نسبت به بعض رسانه‌هایی که حداقلش 1 دهه عمر داشتن، دارن فعالیت میکنن، نتونسته با این پیمانه تولید داشته باشه. دست بالای تلویزیون پایکان است که در این بخش بسیار زیاد تلاش کرده و مطمئن هستم و امیدوار هستم که تا 2-3 سال آینده تولیدات بسیار متفاوت خوبی خواهد داشت که به مردم به معنای واقعی خدمت خواهد کرد. در این لحظات از برنامه مهمان بسیار عزیز با خود داریم، در رابطه با هفته تغذیه شیر مادر با ما صحبت خواهد کرد. استاد اورانوس برنا استاد دانشگاه است و همچنان استاد در انستیتوت علوم سیاسی حیات بلخ است. اینا من در رابطه به این موضوعی که امروز در برنامه ما انتخاب کردیم میخوایم گپ بزنیم. ما و دیا به خود جرات ندادیم در این موارد گپ بزنیم، چون واقعا علمیش نمیفهمیدیم یگان موارده. بنابراین گفتیم انتظار کشیدیم تا استاد بیا در این مورد ما بیشتر صحبت بکنیم. صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر، خوش باشید. سلامت باشید. استاد، میخوایم در آغاز ایره بپرسم، چرا یک طفل سوی تغذیه به بار میه؟ یک طفل سوال خیلی خوب کردین. دیگه تغذیه درست کافی صورت نمیگیره که مادرها بتانن که خود درست تغذیه کنن. از او خاطر اول خود مادر به طرف سوی تغذیه میره و بعدا طفل سوی تغذیه را به بار میه. یا یک خانم عامله زمانی که یک خانم عمل میگیره یا باردار میشه، باید روز 6 الا بیشتر از او کم کم باید تغذیه و غذاهای متنوع یا متفاوت باید استفاده کنن. متاسفانه که در افغانستان میفهمین که 3 بارم کافی درست غذا نمیگیرن. از او خاطر میتونه که مادر طرف سوی تغذیه بره و طفل سوی تغذیه را به بار بیاره، یعنی غذای ناکافی گرفتن، غذای ناکافی. خب علت میشه بگویم مثلا در کل علتی است که خود مادر درست تغذیه نمیکنه که تا باز باز امراض هم هست که میشه که طرف سوی تغذیه ببره. علت اصلی همی نگرفتن غذای درست که نمیتونه مادر تغذیه درست شوه و یک علت عمده از این که فاصله بین اولادت ها را مراعت نمی کنن، طفل های پی در پی در دنیا میارن، از او خاطر هم طفل سوی تغذیه به بار میارن. حداقل یک خانم 3 سال باید مراعت کنه که در بین دو طفل 3 سال باید باشه که طفل بعدی را به دنیا بیارن. به خاطر که یک مادر که زمانی که نمیتونه او را به دست بیاره، از او خاطر زمانی که وقفه بین اولادتا کم میشه میتونه که طفل سوی تغذیه را به بار بیاره. عالی عالی. استاد، میخوایم بفهمم که یک طفل البته هم دختر است هم پسر است. بله. دختر باید تا چند سالگی شیر بگیره و پسر باید تا چند سالگی شیر بگیره؟ از نگاه شریع خوب حق پسر به نظر زیادتره. بله. لیکن از نظر طب طبابت دختر باشه و چی پسر باشه باید از شیر مادر تغذیه شود. فرق نمیکنه مرد چیز پسر باشه یا که دختر؟ نه خیر، میارش 2 سال است. میارش 2 سال است. آره، بیشتر اگر 2 سال باشه خوبتر است، لیکن ابو تا 2 سال میتونه که خوبتر تغذیه کنه. با وجود که از شیر مادر تغذیه میشه، بعد از 6 ماه میتونن که از غذاهای که خودشان استفاده میکنن نرم و ویتامینایش بیشتر باشه میتونن به طفلای خود بتن و تغذیه کنن. بسیار خوب. ما همیشه مشتایم استاد که میگن بله. باید تا 6 ماه باید طفل غیر از شیر مادر چیز دیگه رو نگیره. بله. بعضی مادرایی است که شیرش کم است و برای اطفالش کافی نیست و او رو نمیتونه سیر بکنه. اونا چی رقم باید اطفال خود سیر بکنن و تغذیه بکنن؟ جایگزین شیر مادر را دفشن چیز؟ جایگزین شیر مادر تا 6 ماه خود ما کوشش میکنیم که خود مادر را درستتر تغذیه بکنیم تا بتونه که مادر فقط از اون شیر خودش طفل خود را تغذیه بکنه. در صورتی که نمیتونه شیرش کم می باشه یا مادر کدام مشکل پیدا میکنه، بعضی شیرهای از شیر خشک کرده به نظر من شیر که ما میتونیم از شیرهای گاو استفاده کنیم. مثال 2 گلاس شیر جوش بدیم، 4 گلاس او داخلش بدیم، بازور جوش بدیم، دوباره 2 گلاس جوش بدیم، میتونیم از شیر برش بدیم. و بعد از 4 ماهگی اگر مادر بسیار شیر کم داره نمیتونه با شیر خودش طفل خود تغذیه کنه، ما میتونیم که مثل سیریلاک یا بعض غذاهای نرم که در خانه پخته میشه سوپ برش آماده کنیم، از میوه‌جات برش آب و میوه از مکسر آماده کنیم برش بتیم. ما میتونیم از غذاها طفل دوباره تغذیه کنیم. دیگه شیر خشک نمیتونه جایگزین شیر مادر باشه. اول ما باید کوشش کنیم که خود مادر را تغذیه کنیم تا بتونه که شیر بازم که مشکل داشت ما میتونیم که از شیر گاو استفاده کنیم و طفل خود تغذیه کنیم. بسیار خوب. وقتی یک مادر که دچار کم شیری میشه باید از کدام غذا بیشتر استفاده بکنه که بتونه شیر کافی برای طفل خود بده؟
زیادتر مادرها که شیرش کم می باشه از مویا میتونن که سوپ برخط آماده کنن، آش آماده کنن، دیگه سبزیجات زیاد استفاده کنن. ما فکر نکنم که شیرشان کم باشه و به طفلشان نرسه. اگر تغذیه مناسب خود مادر صورت بگیره، هیچ وقت شیر مادر ناکافی نمیشه که به طفلش نرسه. استاد، یک تعداد افراد، یک تعداد اطفال هستن که شیر مادر هم درست تغذیه میکنن، ولی باز هم سوی تغذیه هستن. علت چی هست؟ یعنی بیشیما، یعنی بک نو بسیار زیاد چی هستن؟ لاغر هستن، لاغر هستن، کم وزن هستن. علت میتون در چی باشه؟ ممکن است دیدگاه شمایی باشد که شیر مادر مشکل داره یا که به طفل درست رسیدگی نمیشه. خب، سوی تغذیه یعنی یک بس بسیار کلان داره. دیگه هم خبرتان میگم که یکی که اونمو علت عزیزده که طفل که گفتم زود به دنیا میارن وقفه را مراد نمی کنن، طفل خودش از به دنیا هم تو سوی تغذی به دنیا میاید. بعد از این نمیتونه اونمو مشکل پیدا میکنه، نمیتونه اونمو شیر که از مادر استفاده میکنه او را درست جذب بکنه. با یکی دیگه مادر اصلا متوجه نمیشن، چون گناهشان نیست. باید در هر کلینیک شفاخانه یک بخش تغذی باشه. زمان که یک مادر میاد برش گفته شود که چه قسم غذاها را مادر استفاده کنه و چه قسم غذاها را طفل استفاده کنه. متاسفانه این پروگرام دیگه در افغانستان نیست که ما یک بخش تغذی داشته باشیم که به مادر و طفل گفته شود کدام غذاها را استفاده کنن. او نمیتونن. اصلا بعض مادر هستن که طریق شیر دادن نمیفهمن. یک مادر زمانی که وقت طفل خودش شیر میته، باید زمانی که شیر میته از یک پستان وقتی شیر میته باید مکمل او تخلیه شود، بعد از او دیگه شود. نه خیر، یا قسمه میکنن که اول طفل در یک طرف میگیرن، کمک شیر میخوره، باز پس میمانن. دیگه باید ساعت به ساعت به طفل شیر داده شود. دیگه مادر بفهمه که آیا این شیر ما کافی است که به طفل میرسه نمیرسه. زمان که نمیرسه باید طفل باید تغذیه کنه، چی از شیر خشک باشه، چی از شیر نو پیشتر که بر تا گفتم از شیر گاو که طبیعی است که میتونه از او استفاده کنه متوجه نمیشن. از او خاطر طفلا و طرف سوی تغذی میره. سوی تغذی خودش باز بعض مشکلات را به بار میاره که باز طفل نمیتونه که امو مواد یا شیر که از مادر میگیره جذب کنه. از او خاطر میرن به طرف سوی تغذی و مشکل پیدا میکنه. استاد، فکر نمیکنید شیر گاو یک کم سنگین تر است برای طفل؟ زیاد سنگین تر از گفتم نیکوره. ما بتانیم که اگه یک گلاس شیر باشه ما چهار گلاس یا سه گلاس آب مندازیم، باز دوباره او را قدر جوش میتیم که دوباره اونمو چهار گلاس پس یک گلاس شود. بعد از اون ما میتونیم که به طفل بتیم. خیلی خوب است. یک تعداد است، یک سوال دیگه میکنم دیگه، نوبت گرفتم. یک تعداد هستن شیر بز میتن به طفل؟ بله. این شیر بز چقدر مفید است؟ شیر بز نسبت به دیگه شیرهای دیگه ایوانا چی است؟ تا سبکتر است؟ هدف ما است؟ خوب است. اردوش هم چون یک شیر طبیعی است، از شیر خشک کرده خیلی خوبتر است. چون حیوانات هم وقتی که برشان موادایی که داده میشه قوی است. خوب است که ما از اینکه از شیر خشک استفاده کنیم، از شیر گاو و از شیر بز استفاده کنیم هیچ مشکل نداره. فقط همون ما چیشه افزلسهش مد نظر میگیریم که درست جوش داده شده برای یک ساعت یا بیشتر از او دوباره باز سرد شده بر طفل استفاده شده. سلامت باشین بانو. بعضی از مادرها هست که اولی که خیلی دیر با طفلایشان شیر میتن، دیگه ای که وقت شیر میتن باید چند دقیقه شیر بدن. اگه ایره بگوین گپ خیلی خوب است. نظر به مو وقت طفل شیر داده میشه، یعنی یک طفل که نوزاد که به دنیا میایه باید هر یک ساعت بعد مادر تغذیه کنه. و زمانی که تا خود طفل از شیر خوردن منصرف نمیشه باید شیر داده برد. طفلا چون خورد است زمان که شیر را میخوره او مانده میشه. باز بعض مادر عاجل میگیرن او را در جایش پس مندازن. نه خیر، باید حداقلش نیم ساعت یا 20 دقیقه در بغلشان باشه تا بتونن که درست او را تغذی کنه، وقت برشان بته که تغذی شوه. و بعض خانم ها قسم میاین میگن که طفل خواب میکنه 3 ساعت 4 ساعت، اصلا بزرگ تغذی نمیکنن. میمانن که نه خوابش یعنی خراب میشه و خواب نمیکنن. نه خیر، باید طفل هر 2 ساعت بعد حداقلش شیر داده شود. برش که خواب هم باشه هیچ مشکل نیست، ما میتونیم طفل بگیریم و هوشیار کنیم و برش شیر بدیم. به عنوان آخرین سوال، سوال دارید؟ نه بگید. به عنوان آخرین سوال میخواییم قسم مطرح بکنم استاد، که کس اگر سوی تغذیه بار بیاد طفل یعنی ادامه پیدا کنه تا سن 20 سالگی،
باز زمانی که 20 ساله شد چی عوارض جانبی میتونه داشته باشه برش؟ یک طفل که سوی تغذیه باشه در سن 20 سالگی برسه. عوارض جانبی چی است؟ عوارض جانبیش امی طفلایی که خودش زمانی که سوی تغذیه به دنیا میاد یا بعد از اینکه به دنیا میاین طرف سوی تغذیه میرن خیلی مشکلات جدی بابا نمیتونن که یک طفل نرمال یا یک طفل صحتمند ما با جامعه تقدیم کنه. حتما مشکل دماغ پیدا میکنه، کسالت پیدا میکنه، نمیتونن که حرکات فیزیکیشون نرمال باشه نظر به دیگه طفلا یا نظر به کسای دیگه، دیگه نمیتونن درست درس چسب کنن و نمیتونن کارهای فیزیکی را درست انجام بدن. مشکلات خیلی جدی پیدا میکنن و در کلینیکا از بخش تغذی که زمانی که طفلایی که در طرف سوی تغذی میره ما بعض موادها و شیرایی داریم به خاطر طفل سوی تغذی میتونن که مادرها برن در کلینیک و تعقیب کنن موادها را درست به طفلای خود بدن که سوی تغذی طفلای خود را نجات بدن. بسیار زیاد سپاسگزار هستیم سوال شما. لطف کردین خوش آمدین در برنامه. زنده باشین. یک میان برنامه کوتاه و زود برمیگردیم. فکر میکنم میگن دانستانی ها آماده است. بخش دانستانی ها رو با هم میبینیم و با معلومات ما اضافه میکنیم. باز هم برمیگردیم، ما رو همراه باشین. مهمان های ما در راه هست و میاین. بخیر.